اگه نمیدونید اسمش آیسانه. اون داخل هیوستن آمریکا زندگی میکنه و زاده مازندرانه و یه چند ماهیه که داخل اینستاگرام خیلی سری فالوور گرفته و الان رسیده به 2.5 میلیون فالوور. اون یه روتین زندگی ورزشکاری خیلی سخت داره که خودم تصمیم گرفتم 24 ساعت از زندگیم رو کاملا مثل اون زندگی کنم و هر کاری که اون داخل 24 ساعت انجام میده رو انجام بدم. بگیرید کسکشون. ساعت 5:40 هست کنم. ساعت گذاشته بودم واسه ساعت 5. ریدم دیشب نباید دیر میخوابیدم. دیشب مثل آیسان نبودی. از امروز شروع شد. بذار من یه چیز بپوشم حالا صحبت میکنیم. ایک وقتی صبح از خواب بیا ساعت 5 بینیم نشون بدم. 5:42 من کافیه که تصمیم بگیرم صبح زود بیدار شم. همه بلاهای آسمانی بر سر من نازل میشه. من نمیدونم چجوری همچین فردی ساعت 5 صبح بیدار میشه. من برای من از صورت آماش برم بیارم. آیسان ساعت 5:50 صبح از خواب بیدار میشه و مثل اینکه به گفته خودش هیچ کاری نمیکنه، حتی نمیره سر گوشیش، نمیره صورتش رو بشوره و مستقیم سر جاش بیدار که شد شروع میکنه به مدیتیشن کردن. بچه ها مدیتیشن کردن کار سختی نیست، یعنی بعضی اومدن گندش کردن گفتن وای مدیتیشن کردن الان اینجوری باید دستاتو بذاری اونجوری باید بکنی فلان کار. من یه لحظه من هیچی نمیبینم، یه لحظه صبر کن. آره اومدن خلاصه گندش کردن. الان شما فکر میکنی مدیتیشن که باید بکنی باید دومت بدنت از سطح زمین فاصله بگیره. نه آقا اصلا اینجوری نیست. اصل مدیتیشن کردن یعنی اینکه حالا من گوه خاصی نیستم، اما نهایتا یه دونه فیلم یوتیوب دیدم یاد که چجوری مدیتیشن کنی. من صبح بیدار میشم اسهال دارم، دماغم کار میکنه، گلوم درد میکنه، همه چی، هر مشکلی که تو فکرشو بکنی رو دارم. نمیدونم چجوری اینا بیدار میشن به کارشون میرسن. آه 2 ساعت دیگه بیدار شو هیچ مشکلی نداشته باش دیگه. از دوران مدرسه به این ور دیگه ساعت 5 صبح من ندیدم، 6 صبحم ندیدم، حتی 7 صبحم ندیدم. آره گوشیشو چک نمیکنه، هیچ کاری نمیکنه، مستقیم میره مدیتیشن میکنه. مدیتیشن یعنی که در راحت ترین حالتی که میتونی، یعنی در یک محیط راحت، یک محیطی که بهت آرامش بده، بشینی نفس عمیق بکشی، انگار مغزتو خاموش کنی. 5 دقیقه تا 10 دقیقه من باید توی همین حالت بمونم. پس خدا نگهدار و باعث میشه که شما کلن اگر ADHD داری، اگر مثل من از نظر روی روانی مشکل داری، مثل خود آیسان از نظر روی روانی مشکل داری، در طول روز شما به یک ثبات عقلی برسی فلان بسار. دقیقا بعد از اینکه مدیتیشن تموم میشه آیسان مستقیم میره سر مسواک زدن و صورتش رو شستن. از نظر آیسی آقا پاکیزگی خیلی اهمیت داره برای یک مرد به خصوص. دخترها معمولا پاکیزن، برای همین صبح تو با این مسواک و شستنش صورت مام فلان بیسار میگه که شروع کن. منم مسواک هم الان میکنم تو دهنم که اوت. من کارا رو قبل از اینکه بخوام آیسان رو انجام بدم هم انجام میدادم، ولی نکی کشم. بعد از اینکه به پاکیزگی اهمیتش رو داد آیسان، قهوهشو میره آماده میکنه واسه بعد از قهوه سوز. البته ما قهوه سوز نداشتیم، از این قهوه که هم میزنی میخوری داشت داریم استفاده میکنیم. مشکلی هم نیست، همون مقدار کافئین، همون مقدار کافئین داره. امید از این علکی دیگه زیادی اون رویز رویز داره. من ماشین ندارم. یادتون باشه اگه میخوایم ورزش کنی اول گرم کنی. اوی نری بدون گرم کردن ورزش کنی پاره میشی، تندونات جدا میشن، پیاده میرن خودشون. آهنگ راکی کپی رایت میخوره وگرنه آهنگ راکی وسط میوشه. یعنی فعلا یه آهنگ ملایم دخترانه فعلا وسط میذاریم این چیزی. حالا نزدیک 10 دقیقه است دارم میدم دیگه، همش فیلم برداری نکردم. این روز خیلی طولانی تر از این چیزایی که به نظر میرسه. یا حالا میخوام جمع کنم برم تا اونجایی که باید برم، میخوام پیاده برم، خودم دهنم سرویس میشه. بچه اگه دوست دارید مثل آدمای معروف دیگه زندگی کنم، مثل مثلا رونالدو، آرنولد شوارتزنگر، جان سینا، مهدی طارمی، هر کی که سبک زندگیشو میاد به نمایش میذاره و حالا سبک زندگیش یه جورایی میشه گفت مثل این سخته چالش برانگیزه، حتما داخل کامنت ها بگید. منم سابسکرایب بکنید بچه‌ها، یکم دیگه مونده 10K بشیم. 10K اوجی 10K خیلی واسم پشیزونه. الان در خیابان زیبای دیلمان قرار داریم.
برم خریده رو بکنم، دیگه برگردم خونه بشینم. یه سری کار مربوط به ویدیو و این چیزا دارم، با ویدیو آپلود کنم. امروز ویدیو جرأت حقیقت من رو امین اگه ندیدید میتونید ببینید. کودتا کردیم داخل اون ویدیو. من با این وضعیت رفتم خونه، بعد برم حموم. بعدش داستان دیگه داریم. بعد از اینکه کارو کردیم، یه قسمت تفریحی داریم که میدونم تفریحی که من قرار بکنم زیاد در مقابل تفریحی که آیسان میکنه هیچم نیست. ولی چی بهش میگن؟ بعد اونم باید دوش بگیرم. شبم که دوباره قرار ساعت 8 آقا آیسان میره باشگاه. یعنی چی؟ دوبار یعنی تو می... با وجود اینکه آیسان بعد از اینکه از تمرینش میاد 12 تا تخم مرغ میذاره، من فعلا همون 3 تا رو گذاشتم. اون 3 تا تخم مرغ گذاشتم که هدر نده تخم مرغ. من نمیتونم واقعا بیشتر از 3 تا تخم مرغ در یک وعده بخورم. آیسان 12 تا تخم مرغ داخل یک وعده میریزه داخل مولینکس به همراه روغن زیتون و کلم بروکلی و توت فرنگی و فکر کنم 2 کاپ وی پروتئین میریزه میخوره، بعد میره سر کار. حالا من سر کارم دیگه اونجوریه دیگه. بعد یه ویدیو آپلود کنم، بعدش هم باید برم به بچه ها سریع ویدیو کمک بدم و وقتی که دیگه کاملا کارمون تموم شد آیسان میاد چیکار میکنه بعد از اینکه کامل کارش تموم شد؟ معمولا یه خونه ساحلی داره میره اونجا تنهایی، یا حالا با آرش شیر شیران میان آفتاب میگیرن یا آبتنی میکنن. ما هم دیگه در سطح خودمون میریم یه کاری انجام میدیم. حالا با ما باشید ببینیم چی میشه. تخم مرغ حاضر شد، 3 تا تخم مرغ که به این شکل در اومده. درست اومد نمک. خب اینا رو قرار ساندویچ بکنم. من همه کارامو تقریبا میشه گفت انجام دادم، اونطور که میخونی با اسفنجی باز الان اینجا. ساعت الان 9 اولین وعده رو میخوریم. من تا فکر کنم یک ساعت دیگه بچه‌ها میان دنبالم. ادامه کارامو انجام میدم تا ساعت 10. بعدش بچه‌ها میان دنبالم، میریم ویدیو میگیریم. من با خودم 2 وعده غذا باید ببرم که در کل 3 وعده خورده باشم. برگشتنی باید یه وعده بخورم. اصلا خیلی وضعیت خوبه. یکی از مسائلش هم اینه که تخت و آقا میگه مرتب کنید. برادر تخت و مرتب کنید. آقا من دیگه اکثر چیزایی که تونستم دارم آماده میکنم. مقدار کوچکی غذا که زنده بمونم و به قول معروف هفته بعد آیسان رو بتونم در طول روز بخورم. من هنوز دارم میخورم. برو پایین دیگه، من نمیتونم سفیده رو بدم پایین. گایدی خامی خوبانی به همراه سید احمد کامران نوکر ازم. بریم میریم به سمت چی کجا؟ برمیان نیان. دوال آقایسا میریم دنبال تهیه آزوغه. تهیه آزوغه رو که انجام دادیم میریم وشور فشن. حالا دیگه با ما همراه باشیم. نمیدونیم میخوام چیکار کنم. آب خیلی خفنه. نگاه کجا هم موج داره و خیلی هم باد میاد. گرم هستا. خوبی داداش. منم که دمپایام اوف. عالی میکنی علی رضا. دیدم نمیشه اصلا این ویدیوی 24 ساعت روتین زندگی آیسان بدون کودتا بازی نمیشه اصلا. نمیشه آقا، اصلا نمیشه. ما دیگه گفتیم بر سختی ها غلبه کنیم، بریم یک شهر دیگه، بریم یک دو تا اونور استان دیگه. ولی قرار بود یه جای خیلی جذاب تر از آره متاسفانه خیلی قرار بود بهتر بریم، ولی متاسفانه در شمال کشور تنها جایی که در روز اون جای خفنش بسته بود تعطیل. آره تاکید. کودتا. تو من یکم کودتا بازیامونو نشونتون بدم. استایل اینه. استایل اینه. استایل چیز خاصی نیست. نه دیور پامونه نه. یکم روش بگیر. الان حامی هم عینک افتاده یه جا گذاشته. داره میره برداره. آره بچه‌ها اینو اگه نمی‌دونید این فکر کنم 1 لیتر 50,000 تومان. اینو بگیرید استفاده کنید. این دیگه اومدیم کارو تموم کنیم. بچه‌ها آیسان برای استراحت خودش خونه سایت دارم سمت یوری. بعد میره اونجا مثلا جت اسکی میشینه، اون جت اسکی بذار پشتم بگیرم. مال ما نیست. مال ما نیست. ولی آره میره آفتاب میگیره داستان میکنه. ما گفتیم بیایم آفتاب بگیریم ولی داستان نمیکنیم. داستان نه. قرار بود که اینجا زیرانداز باشه مثل همه انسان‌های عادی دیگه، ولی زیرانداز رو ما نیاوردیم و داریم از هولامون استفاده میکنیم. چه حامی از پشت داره. جایی میبینین داریم برق میزنیم مثل لامپ 100 وات. به خاطر اینه که روغنه رو زدیم. بچه ها دیگه پایین ماینا رو نشون نمیدم. پایین ماینا وضعیت خیلی خرابه. ما میریم تو آب، بعد برمیگردیم. دقیقاً استایل خود آیسان. میریم تو آب در میایم، یه دونه حرکت خیلی دست روغنی. آقا صفا باشد، چرب باشد. این ما الان چربیم. پسران چرب. قرار نمیدیم.
پسران چرب تو دریا. بچه من سعی میکنم که خودم گنده‌تر نشون بدم بخاطر اینکه من پسرای پسرای چرب خیلی چربی ما همون تو بریم تو. نه من چربم. خیلی وحشتناک هاجی. آقا تعریف هر کی بره. آخه قیافه‌هامون هم قشنگ شبیه کسایی هست که مثلا برای اولین بار اومده. اصلا بدن رو نگاه می‌کنی سفید سفید. اصلا حامی رو نگاه کن خدا. نه من نگاه نکن. شبیه ماهی شیر میمونه، ماهی سفید میمونه. گونه منو نمی‌خوام نشونتون بدم. خب ولی داریم آفتاب می‌گیریم. بچه‌ها همون تو ناموس لختن مادرزاد. یه فقط دریا رو بهتون نشون میدم عشق کنید. یکم دیگه نمی‌دونم تو دریا چیکاری نمی‌کنی. همونجوری می‌بینیم دریا میاد. که دارن ما رو نگاه میکنم. ما دیگه رنگه رو گرفتیم، دریام رفتیم، دماغ گرفته فلان بیسا. این کنه رنگ نگرفته، اینا شاینیه قشنگ. همین داره نور میاد. هر چی آقا شاینی هر چی. پوستم وامپایره. من دارم میگم آقا خستش نمیشه آیسان؟ آجی من دهن سرویس شد. ما به بغل موجی. اون نیست؟ نه نه. اون وسط موج. وایسا وایسا همین نشون بده خیلی رنگ داره. من رنگ پذیرم بس. یه وقتی رسیدم خونه یه سری از کارهای چیز انجام دادم، کارهای شخصی انجام دادم، اصلا یه حس خیلی خوبی دارم. اصلا از 5 صبح بیدار میشی انگار که مثلا هیچ چیز زدی 10 تا نه باید بگم اینو. احساس میکنم ایلان ماسک الان بچمه. نمیدونم میکنم دیگه باید ناره رو بخورم. سومین وعده امروزه پشمام. سه وعده تا الان ساعت چنده؟ تا یکه. تو ساعت یک سه وعده غذا خوردم پشمام، ولی چهار وعده دیگه همچنان دارم. یعنی چهار وعده دیگه باید بخورم. من نهایتا سه تا وعده خیلی بخوام بخورم، سه تا وعده در طول روز میخورم. چند لحظه پیشم زنگ زدم به همی که عکس تامنیل رو بفرسته. خیلی ها میتونید تامنیل رو بفرسته برای بیناموس. اگه این ویدیو نگاه میکنی از این بعد اگه تامنیل الان خواستی دیگه میفرستم. حالا دیگه منتظرم خلاص این هم نهار حاضر شه، هم کارم تموم بشه. یعنی بالاخره یک فردی که روز روی سوار میشه و G63 سوار میشه و دیگه بالاخره بهترین جای هیوستون خونه داره و خیلی سیست به اون میخوره. آره خیلی فکر میکنی آدمی نه توی رش زندگی میکنی، فکر کردی که الان میدونی ادای یه نفری که اونجا زن. یک وعده غذای اون 5 وعده غذای ما. یعنی از نظر مفید بودن و ارزش غذایی دارم صحبت میکنم، نه از نظر قیمت که بحث شده کاملا اصلا بیا راجبی صحبت نکنیم. من همیشه با تامنیل معمولا یه دون آهنگم گوش میدم و غذا هم حاضر شد. بله ساعت الان 2 ظهره و ماهی شیر اگه نمیخواد مگه میخواد بدونید چلو ماهی همراه پلو 200 گرم زیتون پرورده یه دونه از اینا و برم بخورم ببینم داستان چیه. آجی من سیرم، من خیلی سیرم. یعنی اصلا دیجوری میخوام بخورم شما نمیدونم. من کلا آدم کم اشتهایم، یعنی اصلا کلا غذا بذاری جلوم هر چقدرم خوشمزه باشه، هر چقدرم غذایی باشه که دوستش دارم، من از غذا خوردن خسته میشم. مامی عکس رو فرستاد. سیره سیره مثلا به زور پایی میره. جینه مطلب اونو شما سریع بگم خوزی ها بود من. من زندگی من دیگه هیچی نداره. دیگه بعد صبح میشه، اصلا صبح بعد از اون صبح شده جی. تا جایی که میتونستم دیگه غذا رو خوردم و اگه آیسان رو ببینید دای آیسانن که زیادن، مقدار غذا زیاد نیست. احتمالا اینو پک کنم واسه یه تایم دیگه. آیسان وقتی که همه کاراشو در طول روز انجام داد، یعنی کارهایی که مربوط به صبح و حالا هر چیزی که میخواد انجام بده رو انجام بده، بعدش به مدت نیم ساعت میخوابه. حالا فعلا برم کارمو انجام بدم بعدم بخوابم میرسم. من معمولا خودم زورا نمیخوابم، ولی از اونجایی که آیسان نیم ساعت زورا میخوابه بعد از اینکه همه کاراشو انجام داد، منم نیم ساعت میخوابم. بعد از اینکه بیدار شدم میبینم که خدا دست کیه بلند. خدا نگهدار. صورت محسوب میشه، چی محسوب میشه، هرچی محسوب میشه. نتونستم بخوابم. حتما 8 آماده بشم برم باشگاه کم کم. یعنی چی آخه شب میری باشگاه؟ این لباس باشگاه باشگاه. یعنی چی آخه شب میری باشگاه؟ سگ شب میره باشگاه، وقت نداری زندگی کنی، میای خونه. نه البته آیسان آدمی نیست که مثلا بخواد نمیدونم شبش رو خوشگذرونی و اینا. میبرم شاید نیاز شد دیگه. لباس آب کفش که توشه، شورتمون هم که پامونه. بریم دیگه. ببین خدا دست کیه. من همه کسکشو دارم میرم خونه و تو مسیرشون بودم دارم دارم میرم باشگاه. نه نه ما داریم میرم ویدیو بگیم. حالا هرچی من دارم میرم وزنه بزنم. سخت ترین قسمتش به نظر من غذا خوردنشه. 12 تا سفیده تخمه مرغ خوردم. منم وزنم رو بزنم. مثل آیسان حرف بزن. بریم فست فود بخوریم. اصلا حال صحبت کردنم ندارم. چی؟ بریم فست فود بخوریم.
آره بیا پیتزا پپرونی بخور. من میخوام امروز کلی ماهی خوردم. آره شب بیا به نظر من بیا فیل سخاری بخوریم که ایراز عاشقش. خیلی هوس کردم. خدا نگهدار. خداحافظ. امری فرمونی کاری بود. سلام حسن باشه. یه مرغ ستیکه می‌خواستم. خدا حافظ. پنیر چدور رو خدا حافظ. پنیر چدور چیز برگر هم یه دونه لطفی بکنیم شاید کوکا باید دو خواهم بگیم. همه رفیق دارم من. خیلی خستم هادی. من هادی رو بهش گفتم که این ساعت با من بیار، من تنها نباشم به گازتک برم. بزن بزن که دلی خوب میزنی، دل بازی گوش من بدجوری یا فکا شده، فکاهای کس اونو اومده بلا شده. جنازم خودمو دارم میبینم عمرن به گل محمدی و هیبجاب و نه اصلا و من مثل سگ گشنم شده و خوابم میاد. هیچ وقت اینجوری نبودم. اولین شرط پسر شاینه که در هر صورتی شما باید پاکیزگی رو حفظ کنی، یعنی باید شما کلا انسان تمیزی باشی تا بتونی مورد قبول پسر شای همون رضا خان قرار بگیری. شما اینجا منتظر بمونید ببرم همون بیام. فکر نمی‌کنم دیگه دوست داشته باشم همون منو ببینی، چون که آیسان رو فکر نمی‌کنم من همونش رو دیده باشم. مهم نیست، مهم اینه که وای ای بر پدر این زندگی با سبک زندگی که اصلا آیسان داره تو گوه میخوری همون داری بو میکنی بدبخ. یعنی چی مردک؟ دوزیستی تو یارو 35 سالشه این همه کار در طول روز میکنه. روز طولانی ترین روزم بود با اختلاف، یعنی من تا حالا هیچ وقت تو زندگی مسافرت میرفتم اینقدر کار نمیکردم در طول روز. یعنی منتظرم وعده ششم حاضر بشه، من هفتمی رو نمیخورم، نمیشه اصلا، نمیخوام. اینقدر برنج، اینقدر ماهی، زیتون هرورده، همراه ماسک. میدونید استایل غذای آیسی اصلا اینجوریه که ماهی رو، یعنی حالا گوشت رو میریزه روی برنج و ماست رو میریزه روش. من نمیدونم خوشمزه است به نظرتون؟ سب کنید اصلا ریاکشن منو بگه. من کلا آدم بد غذایی هم خیالت راحت. خوب بده میدونم بسید مهم نیست. نه 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 این زندگی من از الان تا 20 سال دیگه همینه. شیش بیدار میشم، ورزش میکنم، تهیه آذوقه، لباس میشور. اگر چیزی به دردت میخوره این روتینه رو حالا نمیخواد همش رو انجام بده. داش من دیگه همش رو انجام دادم. صبح بیدار میشی تخت جمع بکن، لباسات ترتمیز کن. وایسو من تخت جمع کردم. روتین زندگی وگرنه برادر جان کردم نه. حمید مایصفاد فالو کنید. که بیاد هر روز ویدیو درست بکنه. زندگی روتین من برادر از الان تا 40 سال آینده همینه. به به. ورزش، سلامتی، پول، خنده، خوشحالی، کسبازی. وای وای نشه بازی. ما رو نداشتیم متاسفانه. نشه هم نداشت. یه قزم فر. خیلی دوست داشتم اسمشو چیز کنم عوض کنم. وای سر صدا خیلی می‌کنه. بفهم بیرون. بفهم بیرون. نمی‌ری. من درو باز می‌کنم ولی. دیگه این چراغا هم باید خاموش کنم کم کم دیگه. آخ بچه هر روز من این شکلی نیست. این زندگی آیسان اسلامی بود. اگه دوست دارید از این ویدیو بسازم که مثل افراد مختلف زندگی کنم حتما داخل کامنت ها بگید. فردا هم روند زندگی خودم رو قرار پیش ببرم، چون که هر کسی اگر مثل خودش باشه موفق تره تا اینکه مثل کس دیگه ای باشه. خیلی حرفای قلمبه سرمه میزنی جیب جابیانو کسیانو. خدا نگهدار.